با سلام و درود به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در شهر گومی کره جنوبی برگزار شد، امروز 4 کشتیگیر ایران با پیروزی برابر حریفان خود در دیدار فینال به مدال طلا دست پیدا کردند تا ایران با 67 امتیاز قهرمانی را از آن خود کنه. ایران امروز توسط مهدی تقوی در 66، صادق گودرزی در 74، احسان لشکری در 84 و پرویز هادی در وزن 120 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و عرفان امیری در 96 کیلوگرم به مدال برنز رسید. دیروز نیز حسن رحیمی در 55 کیلوگرم طلا گرفت و مسعود اسماعیل پور مدال نقره وزن 60 کیلوگرم رو گرفت. رسول خادم قهرمان سابق جهان و المپیک که پس از سال 2003 برای بار دیگه هدایت تیم ملی کشتی آزاد رو بر عهده گرفته، این بار نیز با قهرمانی با اقتدار تیم کشتی آزاد به کار خود ادامه داد. سردار پاشایی قهرمان سابق جوانان جهان، مربی پیشین تیم ملی جوانان ایران، همینک در استودیو با من هست. ضمن تشکر و سپاس از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سوال یا مطلب اساسی حضور آقای خادم هست در این قهرمانی. شما تا چه اندازه حضور رسول خادم رو یا این قهرمانی رو مرهون حضور خادم میدونید؟ با درود به شما جناب آقای امادی، من خیلی فکر میکنم که تأثیر آقای خادم بسیار زیاد بوده. البته نمیشه منکر زحمات کادر تیم ملی در سالهای گذشته شد، اما خب انتقادات خیلی فراوانی به اینا وارد بود. شما خاطرتون است که اون ورود اینا به بحث داستان لیگ و اون ورودی که اینا ورود ناسالمی که داشتن، تطمیع ورزشکاران، تهدید ورزشکاران، خیلی این کادر فنی رو زیر سوال برده بود. اما به نظر من حضور کسی مثل رسول خادم که با تمام چالش‌های دوران قهرمانی و پتانسیل‌های اون آشنایی داره، میتونه خیلی نعمت بزرگی باشه برای الان کشتی. و به نظر من این اصلا جای حرف و حدیث نیست و این گزینش آقای رسول خادم در این مقطع به نظر من که بسیار کار درستی بوده. پنجمین مدال طلای ایران توسط پرویز هادی در 120 کیلوگرم به دست اومد، کسی که برای اولین بار در این رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرد، این قهرمانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید با وجود فردین معصومی در این بست؟ والا به نظر من شما اگه به کوچینگ آقای هادی نگاه کنیم، می‌بینید که دو تا قهرمان المپیک ایشون دارن کوچ میکنن. آقای رسول خادم که قهرمان المپیک است و آقای علیرضا رضایی که نایب قهرمان المپیک است. شما حساب کنید یک جوونی رو که میدان خیلی زیادی ندیده، خب وقتی که همچین کوچینگی داره 100% رو مسائل روحی روانی این ورزشکار تاثیرگذار هست. و تجربه هم نشون میده که ورزشکارانی که برای اولین بار یا حالا مسابقات آغازینشون هست، اینا اون احتیاط ورزشکاران قدیمی رو ندارن، طبیعتاً با جسارت بیشتری کشتی میگیرن. به نظر من باید تحسین گفت به این انتخاب ها. شما ما پدیده دیگه هم داشتیم در وزن 84 کیلوی ما در کشتی فرنگی که ایشون هم واقعاً برای اینکه اولین بارش بود که اومد، اما مدال طلا گرفت و واقعاً آقای هادی علیزاده خیلی پرتوان ظاهر شد. این انتخاب ها را این خصوصیت ویژه آقای محمد بنام هست، ویژه آقای خادم هم هست که میان میدون میدن به ورزشکارانی که حالا شاید قهرمان ایران نباشن اما در رده های بعدی باشن، اما این پتانسیل در این ورزشکارا میبینن که بتونن مدال بگیرن. به نظر من این اعتماد به نفسی که به ورزشکار میدن بسیار تاثیرگذار هست. دیروز هم تو در وزن 55 در وزن اول در واقع رحیمی مدال طلا گرفت، این مدال رو چگونه ارزیابی میکنی؟ والا آقای رحیمی از یک خانواده زحمتکش با کشتی گرفته، ایشون بالا اومده و مبارکش باشه این قهرمانی، چرا که ورزشکاری که قهرمان آسیا میشه طبیعتا روزهای سختی رو پشت سر گذاشته. وزنهای پایین وزنهای آسونی نیستن و ایشون تا 10 ثانیه آخر کشتی رو عقب بود، کشتی رو باخته بود، اما از لحظه اول جنگید و با اقتدار کشتی خوبی رو به نمایش گذاشت. و به نظر من این روحیه ورزش، این روحیه مبارزه که در تیم‌های ملی ما تزریق شده بسیار میتونه تاثیرگذار باشه برای مسابقات المپیک. به عنوان آخرین سوال، در رده‌بندی تیمی ایران با 67 امتیاز قهرمان شد، فاصله یه تیم قهرمان که ایران باشه با تیم دوم که تیم ژاپن بود بیش از نزدیک 28 امتیاز، یعنی اونا با 49 امتیاز دوم شدن. آیا واقعا این 28 امتیاز فاصله ایران با کشتی آسیا هست یا فقط در این مسابقه شاهدش بود؟خب جناب آقای امادی، ما هنوز زخم‌های عمیقی در کشتی داریم که نیاز به ترمیم هست. طبیعتاً ما نباید بسنده کنیم به این نتایج مقطعی. البته ما واقعاً باید تبریک بگیم به کادرهای تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد، اما واقعیت اینه که هنوز مشکلات زیادی هست که ما بخوایم بیس کشتی رو مثل سابق برگردونیم. کشتی روسیه رو شما می‌بینید که در المپیکس به سال‌های متمادی میاد نتیجه می‌گیره. ما اگه در کشتی نخواهیم مدال بگیریم، بر
در چه ورزش هایی میخواییم مدال بگیریم. پس به نظر من این سرمایه گذاری خیلی مهم است و همچنین به نظر من نقاط ضعفی هنوز موجود هست که باید آسیب شناسی کنیم تا المپیک و حالا المپیک های بعدی که خیلی خیلی تاثیرگذار هست. متشکرم از سردار پاشایی، قهرمان سابق جوانان جهان و مربی سابق تیم ملی جوانان.